انسان ها شبیه هم عمر نمی کنند. یکی زندگی می کند، یکی تحمل. انسان ها شبیه هم تحمل نمی کنند. یکی تاب می آورد، یکی می شکند. انسان ها شبیه هم نمی شکنند. یکی از وسط دو نیم می شود، دیگری تکه تکه. تکه ها شبیه هم نیستند. تکه یک قرن عمر می کند، تکه یک روز. کوروش پور اصل هستم، متولد اصفهانم، لیسانسه صنایع، متولد 1368. شغلم کافه من بودم تو خود ایران. قبلا هم کار کامپیوتر و لوازم خونگی اینا هم کردم، اما خب آخرین شغلی که داشتم کافی شاپ بود که بعد از اونم که دیگه به مشکل خوردم که دیگه خارج شدم. از خانوادم، پدر مادرم در قید حیاتن. پدرم شغل آزاد داره، مادرم خانه داره. یه خواهر دارم 4 سال از خودم بزرگتره، مهندس الکترونیکه، 2 تا بچه. من الان در حال حاضر مدت 1 هفته است که خونه نشین شدم. تا قبل از این توی یک آشپزخونه آشپزی میکردم. کارم هم واقعا دوست داشتم، با اینکه خب با ترکا کار میکردم، ولی خب اونا هم انسان بودن، آدم های خیلی خوبی هم بودن، خدا بهشون برکت بده. تو آشپزخونه کار میکردم و همون فشاره که کار روی دستم آورد باعث شد که خونه نشین باشیم در حال حاضر. من تو کافه‌ای که فعالیت میکردم، یه برادر مسعود نامی بود که منو بشارت دادن و منو به مسیح دعوت کردن. به من انجیل میدادن، من انجیل پخش میکردم به دوستایی که خودشون معرفی میکردن، میمدن از من میگرفن، یا من تو مثلا حوالی مغازه‌ای که کار میکردم میبردم. یه روز اماکن عمومی که بازرسی میکنن وارد مغازه شد، اومد گشتن مغازه رو تا چیز شد، پاکت کارتون انجیل پیدا کرد و من گفت که با صاحب مغازه تماس بگیر. دیگه من اومدم بیرون تماس بگیرم، اومدم از اون طرف خیابون یواش یواش اومدم و تاکسی گرفتم و فرار کردم. بشین پای حرفای من، بشین با تمام وجود، من از عشق میگم تو هم بگو رفتنت خواب بود. بشین پای حرفای من، بشین دل بده گوش کن، درارا رو دنیا ببند، جهانو فراموش کن. بعد از ایمان خدمت شما عرض کنم که اگر بخوایم در رابطه با مشکل صحبت کنیم، که خب اوکی، مشکلات بسیار زیاد داریم، ما هممون اونایی که از ایران میان بیرون مشکلات خیلی زیادی دارن، اما ایمان داره یه مقدار باز راحت تر با مسائل برخورد میکنن، خیلی راحت تر چیزها رو، اتفاقات و سنگینی ها رو میتونن بپذیرن، ولی خب زندگی اینجا واقعا سخت، نمیشه منکرش شد، و خب شرط سخت خودمونو داریم، چه از نظر زندگی، چه از نظر روحی روانی، چه از نظر کاری، حالا هر کس به نوبه خودش. من سختی های خودم رو دارم، شرط روحی خودم رو دارم، دلبستگی هایی دارم توی ایران که خب دسترسی بهشون واقعا یعنی یه جورایی غیر ممکن شده تا این لحظه برام، ولی خب بازم دعا میکنیم، میگیم میسپاریم به اراده خدا و هرچی خواست خودش باشه. زمانی که ایماندار میشی یه سری عشقای خاص واسه خودت داری و متاسفانه چون نمیتونی اونا رو دنبالش بکنی این قضیه آزارت میده،
مثلا خب من عاشق این بودم که مثلا بخوام پرستش بکنم، ولی خب نمیشد. این خب خیلی بد بود برای من. و ایرانی هم باز با یه حالت خاص نگات میکنن به عنوان یک ایرانی. یک ایرانی اگر بفهمن ایمان داری یه ذره بد باد برخورد میکنن خیلی جاها، و خیلی ازت میترسن، ازت دوری میکنن، و خب این آزاردهنده است. من در حال حاضر یه حساب دارم، توی مارکت بزرگم کار میکنم، سخت است، فشار کار داره، اما خب خدا رو شکر افتخار میکنم به خودم، مخصوصا به ایرانی بودنم که تونستم با این که پناهندم تو این کشور، شرط سختی داریم تو این کشور نسبت به اشخاص که اینجا مقیمن، یعنی نسبت به شخصیت فرهنگی که میتونن داشته باشن، تونستم چیز باشم، یه موقعیت شغلی داشته باشم که یه ترک به من اعتماد کنه، تقریبا پولای فوق العاده سنگین تو دستم جابجا بشه. واسه من خیلی ارزشمنده این قضیه. تا میتونی به دلی امید ببخش، به چهره‌های غمگین لبخند رو هدیه کن، تا میتونی دلی رو شاد کن. همین کارهای کوچیک میشه یه دعای خیر در حقت. چند باری اومدم تا ارومیه و خوی، برگشتم واسه قاچاقچی، اینو به معرفی کردن، اونو به معرفی کردن، تا اونجایی که اصلا خدایی که واسم پیش به پام گذاشت تونستم زنگ بزنم، پیداش کردم، کسی هم نبود که مثلا من بشناسم یا چیز باشه، از بچه های ترکیه به معرفی کردن. خیلی راحت زنگی زدم، خیلی راحتم از مرز 10 دقیقه 5 دقیقه من مرز رو رد کردم، در صورتی که خیلی بچه ها خیلی سختی میکشن واسه قاچاق خارج شدن. خب واقعا معجزه بود واسه من، خیلی راحت، خیلی بدون هیچ دغدغه من تونستم
تو اون زمان خارج بشم. من و همسرم الان نزدیک 2 سالی که با هم ازدواج کردیم، توی یه کلیسا آشنا شدیم با هم و خب من به عنوان خادم اون کلیسا بودم، همیشه جام ته کلیسا بود به عنوانی که باید خوش آمد میگفتم به همه، و ایشون تشریف آوردن کلیسا و پیش من نشستن، از سوالای انجیلی شروع شد و خدا رو شکر الان 2 سال داریم با هم زندگی میکنیم. فراز و نشیب خیلی داشتیم، نمیتونم بگم همه چی خیلی خوبه، نیستم چنین چیزی، اما خدا رو شکر الان با قوت مسیح داریم زندگی میکنیم، راضی هم هست. ایشون از ایران وقتی اومدن ایماندار بودن، ولی ایماندارایی که از ایران میان دیدگاه‌هاشون و باوراشون با ماهایی که توی اینجا مثلا 1 سال 2 سال کلیسا میریم، آرامشی که ماها داریم و افراد که از ایران میان ندارن متاسفانه. و خب همسر منم باز در این حال که ایماندار بود یه سری دگرگونی‌های خودش هم داشت و خب نیاز به صحبت کردن بود، یعنی اون چیزایی رو که من به دست آورده بودم باید انتقال میدادم، بعد بهش میگفتم آرامش چیه، عشق چیه، عشق مسیح چیه، ولی خدا رو شکر تونستیم حرف همدیگه رو بفهمیم. این بود که من میگم مثلا حدودی من تونستم بشارتش بدم، بازم خدا رو شکر. این بنده خدا مشتری ثابت مغازه ما بود، اخلاق خاصی هم داشت و این شد که من جذب شده بودم، دوست داشتم بیشتر ازش بدونم. اومد میمد میرفت باش رابطه برقرار کردم یه چند جلسه ای و منو چند بار دعوت کرد به بیرون، صحبت میکردیم با هم، سری حرف خاص، حرفای جمله‌ای کلام با من صحبت میکردن، یواش یواش منو دعوتم کردن، بشارتم دادن. بعد از یه مدت هم به من گفتن که قضیه از این قراره، اگه دوست داری میتونی یه انجیل شما بخونی. انجیل به من دادن، من شروع کردم مطالعه کردن و بعد از فکر کنم 3-4 روز بعد از این قضیه بهشون جمعه بود بهشون زنگ زدم گفتم که میخوام ببینمتون. اومدم هم دیگر دیدیم و بسه من چند روز بعدش دو توبه رو خوندن و من دیگه ایمان آوردم. باید امروز حواسم باشد که اگر قاصدکی را دیدم آرزوهایم را بدهم تا برساند به خدا، به خدایی که خودم می دانم، نه خدایی که برایم از خشم، نه خدایی که برایم از قهر، نه خدایی که برایم ز غضب ساختند، به خدایی که خودم می دانم، به خدایی که دلش پروانه است و به مرغان مهاجر هر سال راه را می گوید و به باران گفته است باغ‌ها تشنه شدند و حواسش حتی به دل نازک شبو هم هست که مبادا که ترک بردارد، به خدایی که خودم می دانم. من یه پسر 10 ساله تو ایران دارم، تمام تلاش خودم کردم که 2 دفعه مرز و قاچاق اومدم، با بچه 2 ساله مرز بازرگان و سینه‌خیز حتی اومدم، به هر کی میگم جا میخوره، بدترین ترسا و بدترین صحنه‌ها رو تجربه کردم، ولی خب نشد و اومدیم و رسیدیم اینجا. و شرایطی که اول میای خب زبون بلد نیستی، من خب مادر و برادرم اینجا زندگی میکردن، 1 سال قبل از من اینجا زندگی میکردن، ولی خب به عنوان اینکه باید بیای توی جو غریبه، باید پذیرفته بشی، کار دست تو نیست که بخوای بپذیری، باید بپذیرنت، و خب تا جا بیفتی زمان میبره. خب خیلی سختی من اینجا کشیدم، این شرایط دستمه الان در حال حاضر، آسیبایی که اینجا دیدم سختی خودش رو داشت، ولی خب داره میگذره، خدا رو شکر میگذره، دعا میکنیم که به بهترین نحو بگذره. این بود که حداقلش سالم زندگی کردم، یعنی از اون زمان به بعد که مثلا تونستم ایمان بیارم خیلی راحت شدم. همیشه یه چیزی خب حالا من الان میگم شریر، اون زمان خیلی زجرم میداد، خیلی چیزا واسه هم مهم نبود، الکلی بودن مثلا مهم نبود، دائم آدم الکلی باشه دیگه، واسهتون بگم یه سری خب اخلاقای خیلی بد، خوی خیلی بدی داشتم،
اونو ازم خیلی زود دور شد، یعنی ناخواسته دور شد، یعنی من نخواستم، خودش خواست، خودش ازم دور کرد. خدا رو شکر نفس عمیق کشیدم، آروم شدم، میتونم اینجوری بگم. من ماهنوش هستم، محسنیان، متولد سال 1365، 14/5/65، از تهران. و خدمت شما عرض کنم که ایران تهران، تحصیلات دیپلمم، دیپلم کامپیوتر، و حرفایی که دنبال کردم مربی اسکیت هستم، کار آرایشگری حدوداً بلدم. در همین حد. من یه برادر دارم 16 ساله، تازه پریشب 16 ساله شد، 16 ساله به اسم علی راد، و یه دونم خودم هستم، دوتا بچه بیشتر نیستم. بیشترین مشکلی که دارن و من خیلی خودم آرزوشو داشتم اون موقع این بود که بتونم توی جو کلیسایی وارد بشم، چون من خیلی ترس دارن بچه ها. مثلا تو شهر که من زندگی میکردم، حتی شما میدونیم مسلمان ها رو تو خیلی کلیسا راه نمیدن، اصلا خیلی دوست دارن جمع کلیسایی داشته باشن، که بند خدا مجبور میشن که خونگی برقرار کنن اون چیزا. خب جو کلیسا خیلی لذت بخشه، خیلی آرامش میده، همه با همن، همه با هم سرود میخونن، همه با هم پرستش میکنن، این خیلی خوبه. اما متاسفانه ما تو ایران واسه نوع ایمان چنین چیزی نداریم که خونگی بخواد برگزار بشه، که اونم هزاره مشکلی در کنارش هست و مخصوصا مشکلات امنیتیش. من زمانی با مسیح آشنا شدم که خب اصلا شرایط خوبی زندگی نمی کردم، یعنی برعکس اون چیزی که همه توقع داشتن از من، من دقیقا عکس اون بودم. کارایی رو می کردم که اصلا الان وقتی بهش فکر می کنم خودم روم نمیشه خودم رو تو آینه نگاه کنم. این قضیه گذشت، من از طریق مادرم ایمان آوردم به عیسی مسیح. ایشون خیلی با من صحبت میکرد، ایران زندگی نمیکردن، خیلی با من صحبت میکرد. منم واقعا تو شرایط خیلی بدی بودم، بیماری خیلی شدیدی داشتم که فقط ایمان دارم که عیسی مسیح شفا داده، خدا رو شکر میکنم واقعا. مادرم خیلی واسه من تعریف میکرد، مادر آرامش میخوای مسیح میده، برکت میخوای مسیح میده، گریه نکن، اشکات خود مسیح پاک میکنه، بخند، شاد باش. من این جملات میخندیدم، ولی بعضی وقتا هم بهش فکر میکردم. خیلی خوبه که ما آدم رو یاد بگیریم که باید بعضی وقتا واقعا فکر کنیم به حرفا. این قضیه گذشت تا زمانی که من تصمیم گرفتم از ایران خارج بشم. من متاسفانه اعتیاد داشتم. خود عیسی مسیح به من کمک کرد که شاید خنده دار باشه، ولی من در عرض 2 دقیقه کل اعتیادم رو گذاشتم کنار. این قضیه گذشت، من اومدم، یه پسر کوچولو دارم، الان در حال حاضر ایرانه، ازم دوره، خداوند خودش محافظت میکنه ازش. من اومدم که با فرزند کوچیکم بتونم غیرقانونی از ایران خارج شم. متاسفانه توی مرز ما رو گرفتن، ما زندانی شدیم، و باز یک بار دیگه، خب میگن ما، من همیشه استدلالم این بوده که ماها آدمای زمینی گوشت و پوست و استخونی، میلغزیم. یه جاهایی خداوند بلندمون میکنه که اصلا نمیدونیم کار کی بوده، میگیم پیش میاد دیگه، ولی نه، اصلا پیش نمیاد همچی چیز. آدم باید بشناس و حس کن. توی زندان عزیزان امیدوارم هیچ موقع تجربهش نکنن، ولی اونایی که تجربه کردن این که من میگم و کامل حس میکنن. توی زندان اینی که حکم آزادی شما رو بخوان اعلام بکنن یه دنیای خاصی داره. من خیلی بیکس بودم اون موقع، هیچ کس رو نداشتم، خودم و پسر کوچولوم. به خاطر انجیلی که همراه من گرفته بودن به من حکم زندان دادن. توی زندان من گفتم موندم اینجا دیگه. یه روز توی مسجد زندان نشسته بودم، داشتم گریه میکردم، نه به حال خودم، فقط به حال کوچولوم. زدم زیر گریه، میگن خداوند نباید امتحان کرد. ولی ازش خواستم، گفتم عیسی مسیح، اگر اون نجاتی که میگی، اون دستی که میگی، میگیرم، کمک میکنم، بلند میکنم، بلند کن. قشنگ یادمه تا
سه روز تعطیلی بود، یعنی اگر حکم من اون روز نمی اومد من سه روز دیگه باید تو زندان میموندم. حکم آزادی ها رو همیشه تا قبل از ساعت دو باید اعلام بکنن. اعلام کردن کردن، نکردن شما میمونی. اون روز حکم من تا ساعت دو نیومد. من پسرم آماده کرده بودم، خودم آماده، منتظر بودم که حکم آزادیم بیاد. ساعت شد 5 بعد از ظهر، رو تختم دراز کشیده بودم، داشتم همینجوری با مسیح حرف میزدم. گفتم بازم دوستت دارم، چون خیلی جا کمکم کردی، خیلی جا حست میکنم. حتما یه حکمتی داره که من باید این تو باز بمونم، باید ادب شم. شاید ساعت 5 بعد از ظهر حکم آزادی ما اعلام شد. این حقیقته که میگن مسیح کار میکنه، واقعا کار میکنه. گفتی این راه باید تنها رفت، گفتی با هم دیگه تو این بارون زیر یک چتر نمیشه راه رفت. آخرین قرارمون تو پاییز، لحظه رفتن تو یادم هست، بی خدا حافظی از دور برام، دست کن دادن تو یادم هست. اسم تو داد زدم پشت سرت، تو نخواستی به صدام گوش کنی، زیر چترت با خودت میرفتی تا همه چیزو فراموش کنی. اسم تو داد زدم پشت سرت، تو نخواستی به صدام گوش کنی، زیر چترت با خودت میرفتی تا همه چیزو فراموش کنی. چترت با خودت می رفتی وقتی بارون زندگیمو می برد، همه ی سکوتمو خط می زد، قطره هایی که به چترت می خورد. من هنوزم توی این تنهایی، بوی خوبه عطر تو یادم هست، زیر بارون وقتی دل میکندی گریه های چتر تو یادم هست. اسم تو داد زدم پشت سرت، تو نخواستی به صدام گوش کنی، زیر چترت با خودت میرفتی تا همه چیزو فراموش کنی. اسم تو داد زدم پشت سرت، تو نخواستی به صدام گوش کنی، زیر چترت با خودت میرفتی تا همه چیزو فراموش کنی.
وقتی که آدم با مسیح زندگی میکنه، ایماندار میشه، یه حیات تازه‌ای داره، لذت میبره. من تو ایران فوق العاده شرایطم خوب بود، خیلی راحت زندگی میکردم از لحاظ مثلا مالی این چیزا، اما وقتی که با مسیح آشنا شدم خب یه کمی زندگی یه لرزه یه کوچیکی برداشت، یکم سختی کشیدم. اما زمان که رسیدم به اینجا الان متوجه میشم که شرط زندگیم فوق العاده آرومه، یعنی شب که راه میخوابم بدون استرس میخوابم، حتی که چون که میتونم اینجوری بگم تو کشور غریبم راحت تر میتونم آرامش داشته باشم. چرا؟ چون مسیح به من کمک کرد. چرا؟ چون قلبم رو به اون دادم، میتونم اینجوری بگم. یعنی اون راه همیشه اون واسه من باز کرده، اون همیشه هدایتم میکنه. زمانی هم که من میخواستم از مرز خارج بشم، نشسته بودم روی سنگ پشت در گمرک، گفتم که مسیح من همه چی به تو میسپارم، نمیتونم. اگه قراره برم، اگه قراره برگردم همین الان خودت برم گرد کن، نمیتونم. هر چی هست دیگه همشو به خودت میسپارم. 5 دقیقه بعدم همه چی اتفاق افتاد. ببین، زندگی کردن با مسیح یه آرامشی رو بهت میده. دقیقا توی بدترین طوفان‌ها تو باز یه قوت قلب داری، میگی یکی داره منو میبینه، من یک از یه جایی دارم محافظت میشم و این خیلی خوبه. اون آرامشه، اون صبر. من یه آدم خیلی پرخاشگر بودم، اصلا صبر نمیدونستم چیه، ولی الان در حال حاضر شاید بیننده‌هایی که دارم میبینن این حس و مادرها بتونن درک کنن. 3 سال دوری از یه بچه‌ای که نفس به نفسش خوابیدی کار ساده‌ای نیست، ولی خب توی این 3 ساله واقعا میگن، داریم توی فیلیپیان، داریم توی کلام که میگه بیایید و یاد بگیرید توی غمهاتون شاد باشید. و من واقعا اینو یاد گرفتم، نه در حد کلام، واقعا یاد گرفتم. تو سخت‌ترین غم هم میگم مسیح شادی من تویی، قوت من تویی. و واقعا این باعث میشه که شما از هر چیزی که هست و نیست بگذری، چیزهایی که بخوان دورت کنن از اون، از اون آرامشی که بخوان بگیرنت، مثل بچه میمونه که مثلا شیشه شیرش ازش بگیری، پسونکش ازش بگیری. یه سری وابستگی من به مسیح یه وابستگیه که نمیشه اصلا جداش کرد به شما، و حاضرم از هر چیزی بگذرم ولی اون ازم جدا نشه. زندگی تو ایران واسه ایمان داره فوق العاده سخته. موقع بدنم صافش فوق العاده واسه شون سخته، چون میبینم فیسبوک این طرف اون طرف، از خب با ایمان دارم کانکتیم، تقریبا سخته واسه شون. اما واسه ایمان داره همه جفا میکشن و باید یکم صبوری کرد، چون دور نیست این دو حیات نو، دور نیست و دوباره همه چی درست میشه. همه واسه یه چیز دارن سختی میکشن، چه اینجا باشی چه هر جای دنیا باشی. اگه تو مسیح زندگی بکنی، زندگی تو خیلی قشنگه. حتی اگه تو روی کارتون بخوابی لذت بخش، فقط میتونم اینجوری بگم. کسایی که باهاش زندگی کردن حرف منو کاملا متوجه میشن. من هر زمانی که تو زمانیم که ایمان دارم، هر زمانی که یکم شریر بخواد روم تاثیر بذاره، اذیتم بکنه، آرامشم میرسه به هم. اما وقتی که دوباره به مسیح برگردم، وقتی که دوباره دعا کنم، در دعا باشم، همه چیز زندگی دوباره درست میشه. بیشترین چیزی که میتونم نصیحت کنم بگم همیشه در دعا باشین. یکی واسه خودمون در دعا باشیم، یکی واسه ایرانمون، که بتونیم دوباره همه چیز یا در کنار هم در یک کلیسای خیلی خوب تو کشور خودمون بتونیم دوباره دعا کنیم، دوباره سرود بخونیم، دوباره پرستش کنیم. فقط همین میتونم بگم. من عاشق بچه‌هام. واسه بچه های دعا میکنم که دارن دونه دونه جون میدن، خودشونم مقصر نیستن. خداوند واقعا تک تک اینا رو بلند کنه، ایران رو نجات بده، این جنگا رو تموم کنه. واقعا میخوام بیاد دیگه، وقتش. از همه اونایی که دارن منو میبینن، صدای منو میشنون، میخوام که اگر ایمان نیاوردن ایمان بیارن،
چون وقت تنگ است. اگر ایمان دارن واقعا ایمان دار باشن، دست به دست هم باید بدیم تا بتونیم واقعا آزادی واقعی رو هممون تجربه کنیم. و از همه آدم ها خواهش میکنم، مخصوصا ایمان داره که میدونن روح پاک خدا یعنی چی، خواهش میکنم که تک تک نفساشون رو با روح مقدس خدا زندگی کنن. خیلی لذت بخش زندگی اینجوری. اولی میگه تو به زندگی بعد زایمان اعتقاد داری؟ دومی آره، حتما یه جایی هست که میتونیم راه بریم، شاید با دهن چیزی بخوریم. اولی امکان نداره، ما با جفت تغذیه میشیم، تنابشم اینقدر کوتاهه که به بیرون نمیرسه. اصلا اگر دنیای دیگه هم هست چرا کسی تا حالا از اونجا نیومده بهمون نشون بده؟ دومی شاید مادرمونم ببینیم. اولی مگه تو به مامان اعتقاد داری؟ اگه هست پس چرا نمیبینیمش؟ دومی به نظرم مامان همه جا هست. اولی من مامانو نمیبینم پس وجود نداره. دومی اگه ساکت ساکت باشی صداشو میشنوی و اگه خوب دقت کنی حضورشو حس میکنی. این مکالمه چقدر آشناست.